و عشق میریختن. مولا لبهاش تکان میخورد به ذکر خدا در اون حالت سخت و دشوار، همونطوری که امام حسین تو سخت این حالت در گودی قتلگاه نیایش میکرد، پدرش امیر المؤمنین در چنین حالت سختی لبهاش تکون به ذکر خدا میکرد، در ذکر خدا میگفت. وقتی همه فرزندان جمع شدن و عشق میریختن، حضرت رو کردن به فرزندانشون از غیر فاطمه زهرا، گفتن که من شما رو وصیت میکنم که با اولاد فاطمه مخالفت نکنید. بعد رو کردن به امام حسن و امام حسین. تعبیر میدونید در عربی وقتی میکنم کسی رو احترام کنن به کنیه صداش میکنن، میگن ابو علی، ابو احمد، ابو میگن. امام به فرزندانش نمیگفت حسن و حسین، میگفت یا ابا محمد و یا ابا عبدالله. حضرت رو کرد به این دو و فرمود یا ابا محمد و یا ابا عبدالله که انی بکما، دارم میبینم شما دوتا رو که بر شما چه میگذرم از فتنه هایی که میخواد پیش بیاد، پس برا صبر کنید. بلای الهی و صبر بر بلای پروردگار. بعد رو کردن گفتن که فرمودن که الان رسول خدا رو دارم میبینم، حمزه رو میبینم، جعفر رو میبینم، همه اینها آماده هستن و منتظرن که من به اون عالم عروج کنم و حرکت کنم. دوباره نگاه کرد به اهل بیتش، همشون باز بود. شب شب قدره یا شب 23، به هر صورت شب شب خاصی است. خدایا تو را قسمت می دهیم، تو را قسمت می دهیم به امیر المؤمنین که لحظه ای به تو شرک نورزید، به علی ابن ابی طالبی که توحیدش و عبادتش برای تو خالص بود. خدایا ما را از علی در دنیا و آخرت جدا مگرد. خدایا فرج فرزندش را نزدیک کن و را از یاران و وفایش حد قرار بده. خدایا به آبروی علی مرتضی گناهان گذشته و آینده ما را ببخش و بیامرز. خدایا به علی مرتضی عاقبت همه ما را ختم به خیر بگردان. جوانان نسل ما را حفظ کن، امواتمون را بیامرز، بیماران را شفا بده، گرفتاران رفع گرفتاری و پریشانی بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات. أشهد أن لا إله إلا الله. حاجی جان برای چند نفر نام کرده بودیم؟ 1200 تا 1400 میشه. چند شب است که نامی؟ من 13 شب. امی جون؟ امی نو کلش خودت پخته کردی؟ بله. یما جان هست. شوری و تندی بیاش دلجم باشه.
از کترنگ چی هستن؟ آرزو کترنگ. بره تبریک تانکو بده. تبریک خیر بود کرد. نه بخواه بره. از کجا؟ در چه کجا؟ از آرزو کترنگ. آرزو کترنگ. و کجا هست؟ شخصی یا جای داره؟ شخصی. در کجا؟ دوان. خواهی تلفون تونو بگوین میشم و تنان ما لازم داشته باشم. 647 525 92 77 آرزو کترنگ. آرزو کترنگ موفق باشه. سلامت. نان خورده باز تعریف کنیم. انشاءالله در خدمت هستیم. نان خورده تعریف نمی کنیم. نان شرق ندار. قبول است. صحیح. بنده گرامی، با پرده تلویزیون آقای امید زرابی رئیس جامعه اسلامی افغان های مقیم کانادا را میبینیم و ما ضمن عرض سلام با آقای زرابی میخواهیم پرسون کنیم که در ماه مبارک رمضان چه برنامه های مخصوص داشتن. سلام عرض میکنم خدمت همه بیننده های تلویزیون امید 24 و خود شما جناب آقای خالد و همه بیننده ها. تشکر از تشریف آوری شما. بله، ماه مبارک رمضان ماه ضیافت الهی است و ماه غفران و رحمت و ما شاهد حضور کثیر افغانهای عزیز ما، برادران و خواهران و جوانان در جامعه اسلامی هستیم. در طول این شبها هر شب برنامه داریم و سخنرانی و زبان انگلیسی داریم برای جوانان که ساعت 7:30 شروع میشه و ساعت 8 هم سخنرانی به زبان فارسی داریم که جناب آقای دکتر محمد علی فقیهی، یکی از سخنرانان ورزیده و اندیشمند، سخنرانی میکنن راجع به ماه رمضان، راجع به اخلاق، خانواده، جوانان، راه و روش زندگی و شخصیت ها و اولیای الهی. بعدش هم نماز است و افطار و خصوصا شبهای قدر که امشب هم شب 21 ماه مبارک رمضان است. برنامه های ویژه هست که شب زنده داری است تا نیمه از شب همینجا دعا و مناجات خوانده میشه و برای آرامش و صلح و امنیت در افغانستان و سراسر جهان مردمی که اینجا حضور دارن از عمق دل دعا میکنن و انشاءالله امیدوار هستیم که این دعاها نتیجه بده و شاهد یک امنیت سراسری و صلح و آرامش در افغانستان عزیز و منطقه و جهان باشیم. امیدوارم. فقط یک پرسش دیگه میخوایم آقای زرابی از شما داشته باشم. ویست که من امسال که میبینم فضل خدا در مساجد میبینم رجوی نسل جوان به مساجد و گرفتن روزه نسبت به سالهای قبل زیاد شده. دلیل از این شما چی میبینین؟ والا یک مسئله بسیار قابل تأمل هست. ما البته بیشتر در قسمت جامعه اسلامی میگم. در جامعه اسلامی ما از حدود سالهای متمادی است که ما همچنین حضور جوانان را داشتیم، به خاطر ای که در از سالهای گذشته ما به جوانان زمینه حضور در جامعه فراهم کردیم، اونا را عضویت شورای اجراییه برشان دادیم، نماینده جوانان در شورای اجراییه حضور داره و همیشه برنامه ریزی میکنن. در طول همین ماه مبارک رمضان بخش جوانان ما یعنی برنامه های همه‌جانبه را تدارک دیدن، از سخنرانی و دعا و کمک های خیریه و شب زنده داری و سحری و افطاری و گفتم یعنی همه جنبه هایی که در از نظر دینی برش تاکید شده، جوانان عزیز ما یک برنامه کاملا جامع را تدارک دیدن. یعنی هم جنبه عبادی، هم جنبه اجتماعی و خیریه و تمام مسائلش در نظر گرفتن و حضور فعال دارن، هم بر معرفتشان می افزاین، هم بر کارهای اجتماعیشان، که ما خودم واقعا از این جوانان عزیز ما تقدیر میکنم. برنامه رمضانی تا چه وقت دوام داره؟ ما تقریبا تا شب 27 رمضان هر شب اینجا برنامه داریم که ختم برنامه های ما با محفل سالانه بهار قرآن کریم است که اهدای جوایز داریم و مسابقات قرآن، مسابقات تفسیر قرآن کریم. شب 27 شب 27 31 می میشه. در اون شب ما به برنده های مسابقاتی که داشتیم با اونا هم جوایز اهدا میکنیم، مدال های برشان تهیه شده و تقریبا شب آخر ماست و بعدش نماز میریم تا نماز عید که انشاءالله در خدمت ما هست. غذای افطاری آماده است که نشه کردو ضرر کنیم. بله، هر چیز زودتر بریم در خدمت شما. تشکر از تشریف آوریتان. وقتتان بخیر.
و بندای گرامی قسمی که میبینین با بسیار نظم خاصه. سالات و این هم غذایی است که برنج پیشتر شما دیدین و با نظم بسیار خاص برای خانم ها و آقایان تهیه شده. این هم آقای امیر عبدالله افطار کردیم یا نه؟ سلامت باشین، تشکر. رمضان شما مبارک باشه و شما هم میتونیم برای بیندای ما یک تبریکی بگوین. رمضان برای تمام هموطنهای عزیز ما رمضان مبارک میگم، انشاءالله که رمضان خوب با سلامتی باشه. سلامت، تشکر. موشکی جان کن بیندای گرامی، پیشتر قبل از اینکه نان خورده شوه صحبت مختصری داشتیم با یما جان از آریا که داریم، آرزو که داریم و وعده کردیم که نان که خوردیم پس میایم برش میگیم که آیا نان مزه‌دار بود نبود، اما تو وعده کرده بودیم و واقعا یعنی جای درونه بسیار خوشمزه بود، دست و پنجه درد نکنه و امیدوار هستم که بعد از این بزنس های بسیار خوبی در بین هموطنان ما بی باید همی شماره تلفونی تا بگو بیده 647-525-9277 زنده باشید. آرزو که داریم یعنی کلگی تصدیق میکنه که تشکر نتی جان. بله ماشاءالله که ماشاءالله بسیار مزه گیم. نه مرددا. خودت سم داشتیم مجبور بودی که بگی. سلام علیکم برادر. سلام علیکم. چطور هستید؟ صحتتون خوب؟ فضل خدا. چطور است شب‌های ماه مبارک رمضان؟ خیلی عالیه. خیلی به خوبی سپری میشه که انشالله همگی ما از این فیض ببرین، دست خیلی به درد نشه. چه دعایی میکنین برای وطن و مردم بدبخت؟ انشالله همگی به خوشی و به سلامتی با آرامی تبدیل شه انشالله. شما سب سلام، رمضان شما مبارک باشه. زنده شما مبارک، خداوند توفیق بده، خداوند صحت من داشته باشم برای تمام فامیل. تشکر، رمضان بخیر بخوبی برای مردم افغانستان هم، رمضان خوب و افغانستان بخیر بخوبی از دست جزاره ما رجعت بتا یکات بود حکومت با قیده و سی و یک مردم بیرم. چطور است شبای رمضان از زیر شما بدهید؟ شبای رمضان شبای مبارک است، شبای ماه رمضان ماه مبارک است. قبول بود و مخصوصا که باید تا مراسمی که در مسجد شدید تجلیل میشه واقعا بسیار بسیار میشه ماه خوش است، ماه مبارک است. تشکر شما، زنده باشید. خب بیندای گرامی، میبینید که آقای اما و چهره آشنا علی جان زمانی با هم دیگه صحبت دارم و بزای وقت شد میشم. آقای اما سلام علیکم. سلام، سلام به شما و به شنوندگان عزیز شما. چطور هستین؟ تشکر، سلامت باشید. واقعا میخوایم که به نماینده از تلویزیون تبریک بگویم برگزاری محفل نظم و نظم و چه صحبت هایی دارین شما در رابطه با برنامه های رمضان و چه پیامی دارین برای هموطنان مقیم تورنتو ما در روزایی که باقی مانده؟ اولا که این ماه مبارک رمضان برای تمام هموطنان عزیز ما مبارک باشد، انشالله که طاعات و عباداتشان مقبول درگاه حق قرار بگیرد. من امیدوارم که انشالله در کمال آرامش هموطنان عزیز ما در تورنتو به راز و نیاز و نیایش با خداوند بزرگ در این ماه با برکت آماده باشند و انجام بدن و همچنان عرضی دارم که خداوند به برکت این ماه بزرگ صلح و آرامش و صمیمیت در وطن عزیز ما افغانستان هر چیزی تردید. برنامه های رمضانی تا کدام روز دوام داره در جامعه اسلامی؟ برنامه های رمضانی ما هر شب تا روز جمعه شام جمعه 31 می ادامه داره همراه با افطاریه. بسیار. آقای زمانی شما چطور هستین؟ تشکر از شما، تشکر از تلویزیونتان که تشریف آوردین. ما هم به نوه خود رمضان به وطنان خود تبریک میگیم. انشاءالله که طاعات و عباداتتان قبول باشه. ما را از دعا فراموش نکنین. اگر تشریف میارین به جامعه اسلامی خوش آمدین. ما تا همونطور که آقای ما گفتن تا جمعه آینده پروگرام داریم همراه افطاری در خدمتتون میباشیم. تشکر، سلامت باشین و موفق باشین. تشکر از شما. بیندای گرامی، در ضمن باید یادآور شم که زمانی تخلص بسیار آشنا شده برای تورنتو. ماشاءالله علی زمانی.
فرید جان زمانی و تا این تازگی ها ما یک کلینیک را میشنویم به نام کلینیک میوان. کلینیک میوان هست کی هست؟ کلینیک پیوان برادرم دکتر حسن برادرم است، یک میدیکال واکینگ سنتر در وستن رود در میجر مگن سیتی آنوان باز کردیم که هموطنان ما میتونن تشریف بیارن ویزیت کنن، اگر چیزهای مدیکال ضرورت دارن در خدمت شما میباشیم. افتتاح شده یا افتتاح میشه؟ افتتاح شده. خب باز هستیم در حال حاضر برای در خدمت هموطنان هستیم. باز هم یک آدرس تکرار کنید؟ آدرسش هست 3900 میجر مکنزی درایو وست یونیت 113 سیتی آف وان، در تقاطع میجر مکس و وستن رود. وستن رود. تشکر شما. تشکر شما. خب بینده گرامی در تصویر یک چهره بسیار آشنا را، چهره که در تورنتو مصدر خدمات بسیار زیاد شده و اگر بگوییم که از بنیانگذارهای جامعه اسلامی افغانه کنون است و وقت تحولات در وطن آمد مصدر خدمات بسیار زیاد در وطن شدن آقای ابراهیم قاسمی. قاسمی صاحب سلام علیکم. سلام علیکم صاحب، خوب هستید؟ چطور هستید؟ صحتتون خوب؟ رمضان شما مبارک باشه. تشکر، همچنان شما و کل هموطنان مبارک باشه انشاءالله. دوست داریم از شما یک پیامی برای وطن و وطندارای خود داشته باشید. انشاءالله که صلح بیاید و امنیت بیاید افغانستان، یک حکومت خوب خدمتگار بیاید برای مردم افغانستان و مردم ما از پریشانی خلاص شد انشاءالله. سلام علیکم. یک جهان تشکر. خواهش بکنم. شما سعی بگویید که چطور بود محفل سال ماه مبارک رمضان؟ بسیار خوب بود، بسیار خوشحال شدیم، بسیار خوب گذشت. خوب نه همه چیز بود؟ همه چیز اوکی بود، بسیار خوب. تشکر. بنده گرامی، خواهر گرامی ما جمله جان غیرت هست در جمع خانم ها پیدا کردیم و می خواهیم از خانم غیرت پرسون کنیم که چطور بود محفل امشبی؟ آیا تنام شب شما اشتراک کردین یا هر شب میین؟ بسم الله الرحمن الرحیم. محفل بی نهایت خوبی بود و من دیشب هم اشتراک کردم و متاسفانه شب 19 هم نتانستم اشتراک کنم که شب 19 هم طوری که شنیدم به همین شکل تعداد زیادی از خواهرها و برادرهای روزدار آمده بودن اینجا و دعا خواندن و برنامه های خیلی خوب و پر جمع جوشی و تعداد زیادی از راه های بسیار دور از پیتربرو آمدن، از لندن آمدن، از کیچنر آمدن، از شرای چهار طرف تورنتو و تورنتو یا خوب مطمئنن هستن همگی و بخش زنانه را اگر شما برین یک دفعه ببینین اصلا جایی نیست که پا بانید و مردم اجازه نداریم ولی شما دیگه که میگین ما قبول داریم. مردم زیاد آمدن و فردا شب و پس فردا شب هم به همین شکل تعداد زیادی از هموطنان ما در مسجد جمع خواهد شدن و دعا خواهد خواندن. جان تشکر، زنده باشین. سلامت باشین، تشکر از شما. یکی دیگه که چقدر خواهرای ما اشتراک کرده باشین؟ بیشتر از فکر کنم 200-250 خواهر هستن به داخل سالون خواهران. بسیار زیاد تشکر. سلامت. زنده باشین. و قسمی که میبینیم بینده گرامی افطار تمام شد و سالون پاپ کردن تمام شد، همه چیز تمام شد و دوستار میبینیم بشه پدر شما را بیامرزه، رمضان شما را قربان شما، پدر شما را بیامرزه، زنده بشه، خدا عاقبت ما بخیر. ای شب رمضان که شما را پدر مرحوم را یاد بگیرید، خدا عاقبت همه ما را بخیر، هم با تو بله 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 در حال همگی نشستن محفل دهاخانی و دهاخانی تا نیمه شب دوام میکنن تعدادی که میبینیم خانه ها هم بیشتر از جوان ها مخصوصا اطفال همگی با یک شوق و با یک عشق که به این ماهی برات نمیدن دارن مخصوصا به شب بسیار نشستن خدا
سلام علیکم جور بخیر زاد جون. نان خورده شد و کلی دست به دست هم دادن و بسیار با نظم و با ترتیب گسرخان ها جمع میشه و همه یک پس دوباره سم و خود قدر میکنن. مثل که شما میبینین مثل از اینکه اصلا تا اینجا وضع خورده نشده تاریم پاک و زیبا. خب بنده گرامی بعد از افطار مسجد شریف چون دادیم چقدر پاک و صفا بود و آلی میبینی که وطندارای ما چقدر با عشق علاقه در پاکاری و انتقال خلیط های گاربیج سم میگیرن. باید همی شبا شب انتقال کنه جای به جای بره بچی؟ آه بله گاربیج ها باید شبا شب انتقال کنه بخاطر نجاست اینا کسیفی نجاست بوی نتا اینجا بخاطر تمیزی مسجد اینا. موفق باشین انشاءالله. سلامت باشین. تشکر. خب بینده گرامی در پایان گزارش امشب خوشبختانه که دوست خواهر و همکار بسیار گران قدر خود پیدا کردیم خانم مصدقه. خانم مصدق سلام برای شما میگیم و رمضان به شما مبارک باد. سلامت بشین. منم به همچنین سلام خدمتی بیننده. خب در رابطه به فر امشب 21 ماه مبارک رمضان دوست داریم از شما هم بشنیم که چی گپ در مسجد امشب. امشب شب 21 ماه رمضان مصادف هست با شب شهادت بزرگ مرد جهان اسلام، مرد عدالت و شمشیر، حضرت علی ابن ابی طالب، پیشوای بزرگ جهان اسلام. و در اینجا در جامعه اسلامی همه خواهران و برادران گرد هم آمدیم تا از این شب بزرگ تجلیل کنیم و نهایت استفاده را ببریم. در این شب نخست سخنرانی و سپس برنامه دعای جوشن کبیر و پس از آن قرآن به سر میگیرن و به نیایش میپردن. تعداد خانوم ها چقدر بود امسال؟ خوشبختانه نسبت به سال گذشته فکر میکنم خیلی بیشتر بود و چون سالن کاملا پر بود و همچنین بخش برادرها هم یک بخشش رو اختصاص داده بودن به خواهرها و برادرها هم به هم نسبت همه سال امسال فکر میکنم بیشتر بود. خانم صدق یک دعا کنین برای ختم جنگ، برای نجات وطن و وطندارای ما از این مصیبت و بدبختی. خداوندا با آبروی علی ابن ابی طالب مرد شمشیر و مهراب جمیع مسلمانان را عزت و آبرو ببخش و از شر کفار در امان بدار و از بلاهای زمینی و آسمانی نگه دار و شر کافران را به خودشان برگردان. به هر حال علی مردی بود که واقعا جهان اسلام به نام علی و به شمشیر علی افتخار کرده و خواهد کرد. بزرگترین مرد جهان اسلام، پیشوای بزرگ جهان اسلام حضرت علی ابن ابی طالب، مرد عدالت و شمشیر جهان پس. تشکر. و یک تک بیتم دارم. مهربانی علی همای رحمت، تو چه آیتی خدا را که به ما سواف کندی همه سایه هما را. دل اگر خدا شناسی همه در رخ علی بین، به علی شناختم من به خدا قسم خدا را. برو ای گدای مسکین در خانه علی زن، که نگین پادشاهی دهد از کرم گدا را. خدایا ما را با آبروی علی ابن ابی طالب ببخش. آمین. امیر عشق صدای ناله می آید ز محراب،
علی در خون خود افتاده بیتاب. صدای ناله می آید ز محراب، علی در خون خود افتاده بیتاب. سخن بس کن که حیدر در نماز است، امیر عشق در راز و نیاز است. در آغاز نماز آن مرد برتر بگرنی بانگ زد الله اکبر. به مسجد پخش شد عطر نمازش، جهان لرزید از راز و نیازش. به آهنگ رکوی خیش خم شد، نوای دلنشینش زیر و بم شد. سپس شیر خدا آن سرو آزاد ز شوق عقل به خاک سجده افتاد. سحر بود و علی بود و خدا بود، چنان در سجده کس عالم جدا بود. چی گویم در نخستین سجده چون شد؟ گل روی ولایت غرق خون شد. نخستین سجده بود و واپسین بود، نماز عشق را پایان چنین بود. درید آن تیر دل فرق ولی را، برآورد از جگر بانگ علی را. کلام دل نوازش را گسستند، به شمشیر نمازش را شکستند. درخت عدل را از ریشه کندن، عدالت را به ظلم از پا فکندن. از آن زخمی که او را بر سر افتاد، قد مردانگی از پا در افتاد. شگفتا عشق را در خون کشندن، دو چشم کعبه را در خون نشاندن. چنان آه برآورد از دل تنگ که از آهش پریشان شد دل سنگ. ولی آه علی هم خود نماز است، نفسهای علی راز و نیاز است. چی گویم آن زمان چون شد که پیداست خروش وا علی از کوفه برخاست. چنین می گفت آن شیر خروشان، شدم آسوده از این دین فروشان. ز بی دینان سیه شد روزگارم، مرا کشتند اما رستگارم. بسه بر من از ایشان ناروا رفت، و زین مردم به چشمم خارها رفت. ز تلخی صبح و شامم آن چنان بود که گویی در گلویم استخوان بود. خداوندا خداوندا، علی از عمر سیر است، مرا هر لحظه مردن دلپذیر است. حبیبا آرزومندم به مردن، ز محنت
عاشقم بر جان سپردن، اشارت از تو می باید سر از من، نباشد مرگ را عاشق تر از من. علی نالید و از آن زخم جان داد، به جانان بیتر از جان کی توان داد. ورا کشتن تا ایمان نماند، نشان از معنی قرآن نماند. چی باک زن بدندیشان بدکار، که دست حق بود دین را نگهدار. کجا کار علی پایان پذیرد؟ مگر ممکن بود تقوا بمیرد؟ ببین صبر و جهاد و استقامت، به هر گل قطره خون امامت. علی ای مظهر عدل الهی، پناهی بی کسان در بی پناهی. بدندیشان تو را از ما گرفتن، ز ما معنای تقوا را گرفتن. ولی یادت فراموشی ندارد، ولی یادت فراموشی ندارد. چراغ عشق خاموشی ندارد. کجا کار علی پایان پذیرد؟